سلام و درود فراوان خدمت تمام شما عزیزای دلی که همیشه ما را بیننده و با پیام‌های قشنگ خوب را انرژی میدین. امیدواریم که در هر گوشه از این دنیا هستین دلشون خوش، لبشون خندان باشه. خوش آمدید در چینل طاهره و شریف و در یک برنامه جدید از ما. دوستای عزیز، امروز قرارمون با هم یک ترشی خوشمزه ایرانی را با هم درست کنیم. نام از ترشی ایرانی ترشی کلم قرمز که در اینجا کلم را گوبی میگه. خب اولین قدمی که مو با هم دیگه برمیداریم ایه که مواد اولیه ازیرا ما برای شما نشان میدیم. برای از اینکه مو این ترشی خوشمزه را تهیه کنیم به چند عدد کلم نیاز داریم و همچنین چند دندانه سیر و چند دانه مرج تازه، مقدار نمک و سرکه و آب و چند عدد بطری که بعد از او که مو کلمای خورا خورد کدیم در داخل شیشه ها بریزیم و در از او را خوب محکم کنیم. خب بهتره که مو برای ترشی از بطری های شیشه ای استفاده کنیم، چرا که اینا هم سالم ترن و هم ترشی را خوشمزه تر مونن. تلاش کن اگر ترشی جور کدیم داخل بطری های شیشه ای درست کنیم. امی اول در شما عزیزای دل بگیم که این ترشی نیاز در 2 هفته استراحت داره. بعد از اینکه مو اینا را داخل بطری ریختیم و در از رو محکم کردیم، به مدت 2 هفته باید اونا را در یک جایی که نور خورشید به طور مستقیم نتابه و جایش نه خیلی گرم باشه و نه خیلی سرد باشه قرار بدیم و بعد از 2 هفته ترشی از مو کاملا آماده یه. خب در اولین قدم مو کلم خوره از وسط به 2 قسمت تقسیم مونیم. باشته که این چاقو قد از من یاری مونه یا نه. خب موفق شدیم. قبل از اون تای کلم های خورم میگیم، بعد اونا رو در 2 قسمت تقسیم مونیم. بعد از اینکه در 2 قسمت تقسیم میدیم اونا رو در قسمت های رستری تقسیم مونیم که برش زدن از اونا برای از ما راحت تر شده. در 2 قسمت یا چند قسمت تقسیم کردیم اونا را در برش های خیلی ریستری خورد مونیم. مهم نیست که برش هایشون خیلی یک نواخت باشه، اما اگر شما بتونید از رنده هایی که به صورت نواری کلم را برش میدیه استفاده کنید، کلم های یک دستری خواهید داشت. ما چون الان در دسترس نیستم دیگه به طور نامنظم اینا را بکش میزنم. خب به همین ترتیب که اشمولین تمام کلمه را در قطعات رستر خورد کنید. خب عزیزای دیل کلمه های از ما هم دیگه خورد شده، یعنی آخرین قطعش که ما در آن خورد مونیم و بعد از اینکه خورد کدیم کلمه های خورم در این ظرف اضافه مونیم. چاقویشون حتما باید تیز باشد چون در وقتی کار ممکنه که شما را اذیت کنه. و یک نکته دیگه، وقتی که شما میخواین کلم خورا خورد کنین، این قسمت چرا؟ اما قسمت سختیش را باید جدا کنین، چرا که کار را بلدشون سخت مونه و او قسمت اگر در داخل ترشیمون نباشه بهتره، به خاطر از اینکه او قسمت هایشی در راحتی نرم نموشه. امزو خاطر سعی کن که او قسمت را برش دهیم. بازم مگیم اگر بتونید از رنده ای که به صورت نواری کلمه را برش میدی استفاده کنید خیلی بهتره. خب عزیزای دل، امیدوارم که شما مشمونید مو کلمه های خورا تمام شده خورد کدیم در قطعات رز. دیگه الان اینا آماده یه که مو این را در یک ظرف بزرگتر مثل اینزی ظرف انتقال بدیم.
خب همه کلمه خرد شده را در این ظرف می‌ریزیم. خب همه کلمه را که اینجا ظرف کردیم، حالا ما روی کلم خود دو قاشق چای خوری نمک شویم. خب وقتی که نمک رو شویدیم، ما یک لیوان سرکه و مقداری آب را که با هم ترکیب کردیم رویش اضافه مونیم. اینا رو که اضافه کردیم، حسابی کلم ها رو همراه نمک مخلوط مونیم. چرا ما این کار نمونیم؟ از خاطر از این که بافت کلمه های از مون نرمتر شده و ترشی از مون رنگ بهتری در خود خوب بگرم و این باعث میشه که ترشی کمی زودتر آماده شنه. خب ما اینا را با دیست حسابی چند میزنیم، بعد از اون اجازه میدیم که به مدت 5 الی 10 دقیقه کلمه رو استراحت کنه که حسابی آب بندازم. تا قسمت پایانی همراه از ما باشید عزیزان که ببینیم کلمه چیز رقم. دوستای نازنین، امیدوارم که شما در تصویر گوش مونید، کلمه از ما حسابی نرم شده، حسابی آو اندیخته، یعنی قص آو بر که در کلر از مو. خب الان یا دیگه آماده یا کیمو در همزی شیشه های مورد نظر بریزیم. خب قبل از اینکه مو کلمه رو اضافه کنیم، چند دانه سیر و مرچ در تای ظرف خوب یا در تای شیشه خوب میندازیم. بعد از اون مو کلمه رو در داخل شیشه انتقال میدیم. فضای شیشه نباید خالی باشه، البته اما قص خالی باشه که آو سرکه ای را که مو در شی داخل اضافه مونیم جای کنه، اما تا میتونین فشرده تر مواد خوره داخل شیشه بندازیم. خب این کار رو ما تا جایی انجام میدیم که شیشه از مو کاملا پر شونه. خب همچنین برای از این شیشه مو تکرار مونیم همین کارهایی را که انجام دادیم. خب تقریبا کار از ما دیگه تمام شده. مرچ را میتونین به دلخواه میتونین اضافه کنین میتونین نکنین، اما به خاطر از اینکه خوشتمتر کنه و یکم تند و تیزتر شنه ما از مرچ استفاده مونیم، اما اگر بعضی دوست نداشته باشن میتونه رویشی مرچ اضافه نکنه. خب حالا که ما اینا را پر کردیم، اما آب و سرکه ای را که ما ترکیب کردیم در روی از اینا اضافه مونیم. ناگفته نمونه که دوستا این یک ترشیه که باید مزه ترشیشی حس شونه، یعنی سرکشی باید از آوشی بیشترتر باشه. مو باید لیوان را تا اینی حد، یعنی بیشتر از نصف سرکه پر کنیم و او فضایی که خالی مونده را آب بریزیم. آنی ما این سرکه ها را روی از این شیشه خود اضافه مونیم. خب مجددا برای از شیشه هم همی کار را انجام بید. خب دوستای عزیز و نازنین، همون تکیوش مونین ما شیشه ها را از کلم و سرکه پر کردیم و سطح شیشه از ما را کاملا سرکه گرفتم. میتونین از نزدیکم ببینید
و نکته مهمی که اینجا وجود داره ایه که ما باید تا جایی که کلم استه از سطح کلم بالاتر سرکه و آب باشه، چرا که اگر کلمای از ما از سرکه بیرون باشه ممکنه که کپک بزنه و تمام زحمت های از ما هدر باره. بمزو خاطر شما حتما این نکته را یاد داشته باشین که باید سرکه بالاتر از کلم باشه، یعنی که اونا کلمات داخل سرکه و آب شناور باشه. در این قسمت پایانی مو مقدار نمک در هر دو بطری در هر دو شیشه اضافه مونیم و در سر از او مو اندازه یک قاشق چای خوری شکر هم اضافه مونیم. چرا؟ از خاطر از اینکه اگر کلم از ما شور شده شد او اما شوریش را میگره شکر و یک مزه خیلی خوبی در شمیدیه و باعث میشه که رنگ قشنگتری در خود خوب میگره. خب در این مرحله که مرحله آخر کار از مویه، ما دو تا نایلون یا کیسه فریزر را از وسط به دو قسمت مساوی تقسیم کردیم و اونا را روی شیشه خوب قرار میدیم. این به خاطر از این مون روی شیشه قرار میدیم که هوای اضافی وارد ترشی از مون نشنه، که ترشی از مون به عمل باید خراب نشنه، چون اگه هوای اضافی وارد ترشی شونه باعث میشه که اون ترشی دیگر کپک بزنه و اصلا درست نشنه. خب ما هر وقت مطمئن شدیم شیشه ها کاملا کیپ شده، هر دو شیشه را به صورت وارونه برمیگردانیم. خب به مدت 5 دقیقه مو شیشه های خوره در این حالت قرار میدیم و بعد از او دوباره مو اینا را به حالت اولیه برمیگردانیم. خب عزیزای دل، مو شیشه ها را در حالت اول برگردندیم، دیگه یعنی دیگه مو باید در مو جایی که گفتیم انتقال بدیم. خب این شیشه که شما شمونید ما قبلا جور کدیم تو شیش را، یعنی چند روز از جور کدون از این میگذارم، شما سعی کنید که چی یک رنگ قشنگ در خود خود گرفته. ایرم ناگفته نمده که ما بلده یکی از مشتری های عزیزی رستوران خود درست کدیم که چند مدت پیش این را در رستوران از ما نوشی جان کدن و خیلی از تمش خوش آمد و از ما خواهش کدن که بلدهشی ترشی را جور کنیم. دیگه شاید خودشم بیننده ویدیوی از ما باشم، یعنی مطمئن باش که ما ترشی را جور کنیم و چند روز دیگه در اختیار شما قرار میگیرم. دیگه امیدوارم که شما هم این ترشی را جور کنید، مواد خیلی ساده لازم داره، جور کنید در کنار خانواده خستم از اون لذت ببرین و دوستایی که در تن کویته هستن اگر که نتنستن ترشی را خودشون تهیه کنن میتونن که همراه از مو به تماس شونن و مو برایشون آماده کنیم. مثل همیشه تشکری مونم از اینکه شما همیشه مو را همراهی مونید، ویدیوهای از مو را سنگ مونید، مو را لایک مونید و با پیامهای زیبای خوب مو را همیشه خوشحال مونید. خب دوستای عزیز، منتظر حمایتهای از شما هستم. مثل همیشه در دوستای خود معرفی کن و چینل از مورا سابسکرایب کن. به امید دیدار. خدا.